کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر ننمایی وطنم؟ سلام و عرض ادب داریم خدمت بینندگان عزیز برنامه تراور، به اتفاقی که شرموز عزیز در خدمتون هستیم تا بتونیم این مجموعه برنامه ها رو در رابطه با شناخت خلقت زن و هویت اون و جایگاه اون در خداوند و در خلقت بررسی بکنیم و جلو بریم. در این برنامه ها یاد میگیرین اصلا خداوند شما رو برای چی آفریده، چه ارزشی برای او دارید، و همینطور خداوند میخواد که زنجیرها رو از دست و پای شما باز کنه تا در آزادی اون باشید که او میخواد. پس همراه ما باشید تا بتونیم به رازهای بسیاری که در سطرهای کلام خدا نهفته در مورد زن پی ببریم. جهانی زندگی میکنیم که پیرامونمون پر از خبرهای گوناگون. هر روز صبح که چشامونو باز میکنیم اخبار جنگ، بلایای طبیعی، بیماریها، اتفاقات مختلف یک بار سنگین رو دوشامون میذاره و شاید خستگیه که تو تمام مراحل زندگی به دوشمون میکشیم. و بزرگترین چالشی که ممکنه برای خیلی ها پیش میاد این سواله که آیا خدایی وجود داره؟ اگر این خدا وجود داره چرا این همه اتفاق داره میفته و چرا این خدا دخالتی نمی کنه؟ چرا هیچ کاری نمی کنه برای این خلقتش؟ و یکی از چیزهایی که خیلی در سطر خبرها هست و خیلی مسئله سازه، مسئله زنه و اتفاقات بدی که برای خانومها میفته. حقوق زنان وقتی که پایمال میشه، وقتی که ظلم میشه بهشون، و جنبش های مدرن و فمینیستی که به وجود اومده و همه و همه اینها همطور که میدونین واقعا ما رو درگیر خودش میکنه هر روز. و بزرگترین سوال اینه برادر هرمز، آیا خدای وجود داره؟ بله. چرا این اتفاقا میفته؟ بله، آیا خدای وجود داره؟ گاهی آدم به شرایط بیرون نگاه میکنه میگه اگه خدای وجود داشت چرا اینقدر دنیا در سختیه، چرا اینقدر ظلم هست؟ ولی بزرگتر از اون اینه که اگه خدای وجود داره پس کجاست؟ چرا من تجربهش نمیکنم؟ چطوری که من خودم حالا در دنیا جنگ و دعوا و جدایی و ظلم هست، ولی من خودم هم در خودم جنگ دارم، من با خودم هم راحت نیستم. پس این مسئله این که خدا هست یا نیست این نیست که فقط بیاد مشکلات رو حل کنه، بلکه اینی که جنگ که در خودم هست رو پیروز بشم. یعنی مسئله خوشبختی بشر اول در قلب خود آدم هست، و جنگ هایی که تو دنیا هست اول جنگیه که انسان با خودش داره. با یه عزیزی صحبت میکردم، یه خانم بود خیلی افسرده و ناامید از زندگیش، از خانوادهش، احساس میکرد توی ازدواجی افتاده که ازش داره استفاده میشه ولی هیچی نمیگیره، فقط داره میده به بچه ها، به همسرش، شب و روزش فقط کار، پاشو صبح تا شب زحمت بکش، هیچی هم قدرتو نمیدونه. واقعا افسرده بود. وقتی باش صحبت میکردم میگفتش که اصلا چه خدایی؟ اصلا زندگی چرا اینطوره؟ ما به دنیا میایم، از بچگی من درد کشیدم، بعدم منو شوهر دادن، حالا تو خونه شوهرم هم درد کشیدم، بچه دار شدم، بعد مثل یک برده، مثل یک خدمتکار صبح تا شب هم باید کار کنم، همش درد درد درد، آخرش هم که آدم میمیره. دقیقا. یعنی تعجبی نیست که در میان خانم‌های ایرانی درصد خودکشی اینقدر بالاست، چون وقتی نگاه میکنی که من حالا غیر از اینی که جامعه برای من ارزشی قائل نیست، غیر از اینی که همسرم برای من ارزشی قائل نیست یا قدرمو نمیدونه، من خودم در خودم جنگ دارم. من نمیدونم اصلا برای چی زندم، ارزش من چیه، آیا زندگی همینه؟ آیا اگر خدایی هست چرا زندگی من خالیه؟ چرا دنیا اینطوره؟ چرا زندگی من اینطوره؟ بله. و آیا این خدا در عدالت این قوانین رو گذاشته؟ چرا زن یه جنس دست دوم محسوب میشه؟ چرا این همه ظلم باید به زن بشه؟ چرا حقوقش باید پایمال بشه؟ چرا حق حرف زدن نداره؟ حق اعتراض کردن نداره؟ حق تصمیم گیری برای زندگیش نداره؟ میبینیم توی زندگی، همطور که فرمودین، توی زندگی که بهش ظلم داره میشه، حقش خورده میشه، مردا میرن همسرای دیگه میگیرن، هر کار مجوز
مجوز بهشون داده شده و میگه خدا آیا این مجوز رو داده؟ و وقتی که این دروغ رو باور میکنیم و فکر ما اینه که خداست که این مجوز ها رو داده، پس رابطه ما با خدام شکست است. در واقع یک رابطه شکسته شده که هم با خدا این رابطه شکسته شده، هم با همدیگه، با همسرمون شکسته شده. و واقعا این تعریف همون جهنمیه که ازش صحبت میکنم به نظر من، واقعا توی جدایی و تلخی و درد. بله، و این شما اشاره کردید ریشش دروغهایی که به ما گفته شده. اگر عیسی مسیح میگه حقیقت رو خواهید شناخت، حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. اگر حقیقت منو آزاد میکنه، پس دروغ منو به اسارت میاره. و اسارتی که در ما انسان ها هست، حالا به خصوص خانم ها، دلیلش اینه که دروغهایی رو باور کردن، حتی از دهان خدا دروغ بهشون گفتن که تو اینی، تو مقامت اینه. بعد هم به آقایون هم به خانم ها این دروغ گفته شده و یه طرحی رو برای ازدواج، برای خانواده داده شده که دنبالش هستن و کار نمیکنه، نه زن خوشبخته نه مرد. ولی به خصوص زن ها چون که حقوقی هم ندارن و پذیرفتن که حقیقت اینه، من زندگی اینه دیگه، من کیم؟ از یه نفر بپرسی من کیم، میگه من خب مادرم. خب مادر کارش مادریه، من همسرم. حالا این مادر کیه، همسر کیه رو براش تعریف کردن و اینم پذیرفته. بله، همسر کسیه که باید به شوهرش برسه، هرچی شوهرش میگه بگه بله، حقوقی هم نداره و در حقیقت مثل یه خدمتکار باید باشه و اصلا خدا اینو میخواد. بله، از دهان خدا. وقتی اینو میپذیری خب اونطوری هم زندگی میکنی، خواست خدا این نیست. ولی وقتی ارزش های جامعه رو به عنوان ارزش های شخصی میپذیری، وارد یک اسارت میشی. خداوند حالا نمیخواد بیاد بگه که حالا تو اصلا آزاد نشو. روش خدا اینه که مثلا روش انسان چیه؟ روش انسان، بله، ما خانم ها باید حق خودمون رو بگیریم، ما تو سری خور نیستیم، هنوز خودش ارزش خودش رو پیدا نکرده، حالا میخواد بیرونی به جنگه، میخواد بره حقش از مردها و از جامعه بگیره. نمیتونه و نمیشه و بگیره هم راضی نیست، چون که مشکل از درون شروع میشه. دقیقا. انسان با خودش در جنگه. من چه ارزشی دارم دست دیگران نیست. اول خودتو در حضور خدا باید بدونی کی هستی، هویتت چیه، ارزشت چیه. اون موقع وقتی از چشم خدا خودتو دیدی، یک قدرت و یک سلامتی در تو میاد که حالا این سلامتی رو میتونی تو خانوادت و در جامعت پیاده کنی. اول از خودمون شروع میشه. آمین. واقعا اون اتفاقی که در درون ما میفته، من فکر میکنم که میتونه تمام محیط پیرامون ما رو تبدیل کنه. و وقتی که من فکر میکنم بهترین کار و اون چیزی که ما قصدمون این هست توی طول این برنامه بهش بپردازیم، عزیزان، میخوایم که به ریشه ها مراجعه کنیم، میخوایم ببینیم که هدف خدا از خلقت زن و مرد چی بوده. هدف خدا توی پیدایش، برگردیم به پیدایش، اونجایی که نقطه آغاز خلقت بوده، اونجایی که خدا آدم و حوا رو سرشت، همونجا قوانینی رو که برای رابطه این دو و جایگاه این دو در نظر داشت و قرار داد، در موردش صحبت میکنه. میریم در پیدایش اینا رو در جلسات بعدی بررسی میکنیم، بهش میرسیم و میبینیم که مرد و زن هر دو به شباهت و صورت خدا آفریده شدن، هر دو برای پادشاهی آفریده شدن، هر دو بهشون مقام و جایگاه یکسان خدا بخشید و هیچ وقت نیامد خط بکشه. اما اون چیزی که ما داریم ازش صحبت میکنیم و شاید سوال بسیاری رو توی ذهن مردم به وجود ورده که چرا این اتفاق افتاده، پس چرا خدا وارد نمیشه، من فکر کنم همون مسئله گناه و سقوط آدم و حوا، اون اتفاقی که توی باغ عدن افتاد، اون اتفاقی که در اثر ورود گناه به سیستمی که خدا نیکو آفریده بود، خدا هر چیزی رو آفرید گفت نیکوه، زمین، آسمان، دریا، پرندگان، هر آنچه که آفرید گفت نیکوست و زیباست. اما اون چیزی که در پیدایش اتفاق میفته و این شکاف رو ایجاد میکنه و این صورت زیبای آفرینش خدا رو مخدوش میکنه، گناهه، مسئله گناهه و شکافی که ایجاد میشه. بله، خب گناه رو قشنگ توضیح دادیش. گناه شکافه بین ما و خداست. بله. و وقتی میگیم عیسی مسیح اومد تا گناه رو برداره، یعنی اینکه شکاف ما رو و خدا رو برداره. خیلی قشنگ صحبت میکنی. و اینی که دلیلی که میریم به پیدایش، این
اینه که ریشه مشکلات و ریشه راه حل اونجاست. ما خیلی راحت از پیدایش رد میشیم، آ بله خدا انسان را آفرید، انسان هم از باغ عدن دور شد، بعد میپریم جلو. نه، برگرد برگرد ریشه تمام مشکلات شخصی، خانوادگی، جامعه از همونجا شروع میشه، راه حل هم از همونجا شروع میشه. چون که خدا انسان رو برای این نیافرید، خدا انسان رو نیافرید که بدبخت باشه. قبل از اینی که انسان گناه کنه یک تصویر قشنگی رو میبینیم، زن و شوهر با هم یکی در آرامش، در صلح، در شادی با خدا یکی، با خدا مشارکت دارن و با خدا رابطه عمیقی دارن، با هم رابطه عمیقی دارن. ولی بعد این خدا اینو میخواد، ولی بعد که انسان گناه کرد این پاشیده شد، رابطه انسان و خدا و رابطه زن و شوهر پاشیده شد. هم شوهر بدبخت شد، هم زن بدبخت شد، هم خانواده بدبخت شدن، بچه هاشون هم از خودشون بدبختن. آره. یعنی این بدبختی از اونجا شروع شد. برای همین میریم به پیدایش و برای همین از کلام خدا صحبت میکنیم. عزیزان توی این برنامه هایی که هست هدفمون فقط این نیست که اطلاعات شما را اضافه کنیم، گرچه اطلاعات شما از کلام خدا، از چیزی که خدا میگه زیاد خواهد شد، احتیاج هم دارید چون شما به شما خیلی دروغ گفتن. ولی هدف فقط اطلاعات نیست، هدف اینه که قلب شما شفا بیابه، آزاد شی از درونت، شفای الهی یعنی شفای هویتی پیدا کنی، رابطت با خدا و دیگران درست بشه، یه قدرتی در درونت پیدا کنی تو اون شرایطت، نه اینکه شرایط بر تو تأثیر بگذاره، حالا تو بتونی تو همون شرایط اولا شاد باشی، آرامش داشته باشی و تو روی همسرت و بچه‌هات و جامعه تأثیر بگذاری. این برنامه‌ها هدفش فقط اطلاعات نیست، شفا و آزادی شما هستش. آمین. واقعا برادران عزیز، همونطور که میدونیم واقعا توی رابطه‌ای که مخصوصا زن و شوهر و در کل مرد و زن، وقتی که این رابطه شکسته شده است، این فقط این کمک نمی‌کنه دونستن این چیزها برای زن، این هویت زن نیست که بهش بر میگردونه صرفا، بلکه این هویت مرد هم هست که بهش برگردونده میشه. این شفا باعث میشه که اون مرد هم از اون شرایط بدی که داره توش زندگی میکنه آزاد بشه، برای اینکه هیچ ظالمی نیست که لذت ببره مگر اینکه بیمار روحی روانی باشه. وقتی که ما سر جای خودمون در خداوند قرار میگیریم، این باعث جاری شدن شفا میشه، این باعث این میشه که اون مرد هم آزاد بشه، اون مرد هم لذت ببره از زندگی که داره و رابطه که با همسرش داره و نگرشش کلا به زنهای دیگه هم توی جامعه. یعنی زن رو به عنوان یک انسان نگاه کنن، نه به عنوان یک موجودی که صرفا بعد در خدمت مرد باشه. درست میگی. اصلا مشکل اینه که طرحی که به ما دادن، حتی به عنوان یک مذهب که از زبان خدا طرحی که دادن مشکل داره. دقیقا. کار نمیکنه. بابا دنبال میکنه اون طرح رو تو که خانواده پیاده میکنی، نه زن خوشبخته نه مرد. بابا بله. ما این طرح رو پیاده کردیم، حتی زنی به مردی که اینقدر بهش حقوق دادن و زنی که در این مذهب ازش حقوقش رو گرفتن و به مرد این حق رو دادن، تمام حقوق قانونی و روحانی و همه اینا مال مرده. زن مرده که میگه، اصلا مرد طبق این طرح، مرد به زن به عنوان یک مایملک نگاه میکنه. اینو بهش یاد دادن. بله. بهش یاد دادن که زنت مال توه، جزء املاک توه، دوست نداری بندازش بیرون، اگه خیلی دوست داری سه تای دیگه‌ش هم بگیر اگه خیلی خوبه. بعد اون اینجاست که به خواستای تو برسه، اون اینجاست که تو رو خدمت بکنه. این طرح رو پیاده میکنی، خیلی قشنگ گفتی، این طرح نه زن رو خوشبخت میکنه نه مردو. حالا مرد همه حقوق مال مرد ها، اونم خوشبخت نیست. بله. آره. به خاطر اینکه اون چیزی که در درون ما، اون ذات و سرشت ما که خداوند درون ما قرار داده، خلاف این به ما داره میگه. یعنی یک چیزی درون ما داره اتفاق میفته که خلاف جهت آبی که خدا، اون نهر خدا که میخواد جاری بشه در ما داره عمل میکنه و این باعث میشه که آرامش از ما گرفته بشه، اون احساس آرامی و خوشبختی، اون چیزی که ازش خوشبختی صحبت میکنیم. خوشبختی خیلی ها تعریف میکنم، میگه نه در پول، نه در ثروت، در علم، نمیدونم در مقام، هیچ چیزی آدمو به اون آرامش نمیرسونه مگر وقتی که احساس میکنی رابطت با خدا و دیگران در صلح و آرامیه. پس معلومه که وقتی که اون اتفاق درون ما نمیفته، وقتی این رابطه در سلامت نیست، وقتی این رابطه یک رابطه بیمارگونه است، چطور ممکنه ما احساس شادی و خوشبختی داشته باشیم؟ اول همونطور که میگی، اول بعد
مشکل رو با خودت حل کنی و خودت رو با خدا. اینو اگر درست نکنی، هر چیزی هم درست باشه بازم بدبختی. نقطه اول، برای همین به پیدایش برمیگردیم، نقطه اول وصل شدن به خداست و خدایی که تو رو دوست داره، خدایی که بهتر از یک شوهر تو رو محبت میکنه، بهتر از یک دوست نزدیکته، دلسوزته، قدرت داره. فقط هم نیست ای عزیزم چرا ناراحتی، دلم برات میسوزه. خدا قدرت داره تو رو عوض کنه، شرایط تو رو عوض کنه، تبدیلت کنه. همچین خداییه که تو این رابطه اون چیزی که دنیا نمیتونه بهت بده بهت میده، لبریز میشی. اون نقطه شروعه. در باغ عدن خدا آدم حوا یک رابطه قشنگی زیبایی اونجا هست. شیطان میاد، شیطان تفرقه اندازه، میگن تفرقه بیاندازه حکومت کن، کار شیطانه. اول اومد انسان رو از خدا با دروغهاش، خوب توجه کنید، قدرت دروغ رو با دروغهاش آدم و حوا رو از خدا جدا کرد. بعد که جدا شدن بین اینا هم اختلاف انداخت، اینا هم با هم جنگ و دعوا کردن. پس اگه بخوایم به راه حل برسیم، راه حل اول اینه که زن و شوهر اول باید به اون خدا وصل شن، بعد به هم وصل میشن. و برای وصل شدن باید اول بپذیری که اون چیزی که خدا بهت میگه، نه اون چیزی که اینا بهت میگن، اینا رو نپذیر. خدایی که در کتاب مقدس خودش رو به ما معرفی کرده اون نیست که به شما گفتن. این خدا برای تویی که زن هستی دل میسوزونه، مشتاق رابطه با توست، تو براش با ارزشی. مسیح به خاطر تو روی صلیب رفت، دنیا برات ارزش قائل نباشه، خدا میگه تو برای من جواهری و من تو رو میخوام، میخوام با تو رابطه عمیق قلبی داشته باشم و میخوام زخماتو شفا بدم، میخوام به تو بگم تو بی ارزش نیستی، تو با ارزشی، چون من میگم. حالا دنیا هر چی بهت میگه و هر چقدر تو سرت هم بزنن، من سرتو بلند میکنم، سربلند خواهی شد. تو این برنامه ها میخوایم هویت زن رو بگیم، اول میخوایم باعث شفا و آزادی زنها بشیم، اول با خودشون. اون جنگ درون رو اول باید پیروز بشی. آمین. بله. واقعا شیطان هم طور که گفتین اومد مثل دیوارهای قطور بین زن و مرد بلند کرد برای اینکه این رابطه رو بشکنه، جدا کنه. برای اینکه اون میدونه وقتی که این دو در کنار هم قرار بگیرن، چون الان بررسی کنیم در جلسات بعدی وقتی که پیدایش رو بررسی میکنیم، میبینیم که زن و مرد مکمل هم دیگه هستن. زن و مرد در کنار هم میتونن صورت خدا باشن و جلال اون رو آشکار کنن. وقتی که میاد این فاصله رو میندازه و دشمنی ایجاد میکنه، حتی دشمنی ایجاد میکنه، برای اینکه وقتی که تو میخوای به حالت بردهداری با کسی رفتار بکنی، هیچ وقت اون برده قلبش با تو یکی نیست. پس این دشمنی و شکافی که ایجاد میکنه، همطور که میگین تفرقه بنداز و پادشاهی کن. مسیح هم اشاره میکنه در عهد جدید، میگه مملکتی که به ضد خودش بلنشه منقسم میشه. وقتی که زن و مرد توی خانواده، مخصوصا توی یک خانواده زن و مرد به ضد هم باشن، چطور ممکنه اون خانواده بنیان محکمی داشته باشه؟ چطور ممکنه هدف خدا که از خلق ما عشق بوده و رابطه عاشقانه داشتن ما با هم دیگه بوده به شکل درستش اتفاق بیفته؟ ولی خبر خوش اینجاست که در مسیح ما میتونیم بیستیم و همه چیز برمیگرده سر جای اولش و میتونیم این شفای روابط رو در مسیح داشته باشیم. بله. و عیسی مسیح هم وقتی خدمتش شروع کرد دقیقاً همینو گفت. گفتم برای همین اومدم. در کتاب لوقا فصل 4 آیه 18 میگه که روح خداوند بر من است، مرا مسح کرده است تا فقیران را بشارت بدم. بشارت خبر خوشه. اومدم به اون بیچاره هایی که انقدر خبر بد شنیدی، خبر بد پشت خبر بد، میخوام بهت خبر خوش بدم. عیسی مسیح اومد بهت خبر خوش بده. بدبخت نیستی، زندگی این نیست که فکر میکنی. مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران، بینایی را به نابینگان اعلام کنم، نابینایان اعلام کنم و ستم دیدگان را رهایی بخشم. ستم دیده چقدرم زیاده، به خصوص خانم ها که بهشون ظلم شده و ظلم کردن. مسیح میگه من اومدم آزاد کنم، شفا بدم، رها کنم. ما خیلی مواقع میخوایم مشکلات شخصیمون رو با عوض کردن جامعه عوض برداریم. میگیم ما مثلا خانم ها ما اینطوری هستیم به خاطر جامعه.
و فکر میکنیم جامعه رو عوض کنیم ما وضعمون درسته. نه، خدا بهم میگه تو عوض شو، جامعه هم عوض خواهد شد. و مشکل ما فقط جامعه نیست، زنها، اکثر زنها با مسئله هویت مشکل دارن. اصلا اینی که احساس با ارزشی کنن، احساس این کنن کی هستم، برای چی خلق شدم. خدا ما رو برای هدفی خلق کرده، باید از خود خدایی که ما رو خلق کرده بگی خدایا منو برای چی آفریدی، هدفت برای من چیه، ارزش من چیه. اونجا نقطه شفاست، اونجا نقطه آزادی هست. آره. آمین، آمین، شکر. خب در جلسات بعدی اینو بیشتر باز میکنیم. عزیزان حتما میخوام این سری درس ها رو ببینید، نه فقط ببینید، جذبش کنید، دریافتش کنید، زندگیش کنید، تا زندگیتون از درون اول خودتون و بعد خانوادتون عوض بشه. میخوام در این آخر دعا کنیم. پدر آسمانی شکرت میکنیم برای فرصتی که به ما دادی، برای اینکه صلح و آرامی تو خداوندا اومده تا زندگی ما رو در بر بگیره. میخوام این برنامه خداوندا با مس تو، با حضور تو پیش بره خداوند. میخوام قلب عزیزانم رو باز کنی روح القدس، گوشهای دلشون رو باز کنی تا حقیقت تو رو بشنون و همونطور که در کلامت گفتی خداوندا حقیقت اونها رو آزاد بکنی. خداوندا میخوایم که با ما باشی و ما رو مس کنی به روغن روحت و با حضورت، در نام عیسی مسیح. آمین. و همینطور خداوندا تو خدای امید هستی. خداوندا برای عزیزانی که تو سختی هایی هستید که ناامید شدی، میگه دیگه راهی نیست، گیر کردم تو این زندگی، گیر کردم، خداوند میگه راهی هست، امید تو من هستم. عزیزانی که ناامیدید، خداوند امید توست، خداوند میخواد زندگی تو عوض کنه. ناامید نشو، به فکر خودکشی نباش، به فکر این باش که خدا تو رو دوست داره و تو همون شرایط سختت میخواد عمل کنه، عوضت کنه و از تو برای عوض شدن دیگران استفاده کنه. پس خداوند رو دعا میکنم به نام عیسی مسیح، هر روح ناامیدی، هر روح یأس، هر روح افسردگی رو از عزیزان من بردار، به خصوص خانمای عزیزی که تو اینقدر دوستشون داری. ای خداوند، تو آمدی اسیران را آزاد کنی، تو آمدی مظلومان رو رهایی ببخشی. پس ای خداوند دعا میکنم از طریق این برنامه ها شفا و آزادی رو تو زندگی ها بیار، حقیقت رو بفرست و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. آمین. آمین. همراه ما باشید در برنامه‌های بعدی. شما رو به خداوند می‌سپاریم. بسیار بسیار خوشمزه رو تجربه بکنید. آماده اید؟ برای درست کردن شوربای عمانی ما احتیاج داریم به برنج خشک، برای هر نفر یک پیمانه، نیموی عمانی، تخم گیشنیز، میخک، چوب دارچین، دانه های هل، سرکه سفید، روغن زیتون، دانه زیره و پودر زیره، گوجه، کشمش تفت داده شده، مثل همون کشمشی که سرخ میکنیم روی پلو میریزیم به همون سبک، زردچوبه، فلفل سیاه، بادام پوست گرفته شده و تفت داده شده، خیلی لازم نیست تفت بخوره، فقط یه مقداری که رنگ خوبی به خودش بگیره، و پودر گیشنیز، رب گوجه،
لپه پخته شده، سیر، پیازا، پیاز خودمون که قراره توی دو مرحله اینو استفادهش بکنیم، یه دونه بزرگ کافیه، و گوشت، گوشت گوسفند یا گوشت گوساله. از هر قسمتی از بدن گوسفند یا گوساله خواستید استفاده بکنید این اوکیه، ولی من ترجیح دادم که از دنده استفاده بکنم. میریم برای درست کردن شوربای خوشمزه عمانی. بریم شروع بکنیم مایه مگنیتمون رو درست بکنیم. یه توضیح بدم راجع به شوباب. شوباب غذاییه که معمولا کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی این غذا رو درست میکنن، مختص به یه جا نیست، ولی من چون توی عمان این غذا رو یاد گرفتم ترجیح دادم که غذای شوبای عمانی رو بگم، معرفی بکنم، ولی این غذا رو همه جا درست میکنن. برای درست کردن مایه مگنیت به دستگاه بلندر نیاز داریم برای میکس کردن موادمون. خب ما الان به نصف این پیاز احتیاج داریم، خیلی لازم نیست وسواس به خرج بدیم، برش های خیلی خوشگل بزنیم. استیر نیاز داریم، فکر میکنم برای این مقدار گوشت من که برای 4-5 نفر میخوام درست بکنم 4-7 استیر کافی باشه. فقط میخواییم پوست سیر بگیریم، نمیخواییم شکل کامل سیر داشته باشیم. یه چیزی باید بدونید راجع به کلن شرق، کشورهای آسیای خلیج فارس و هند، چون این غذا رو توی هند هم خیلی خوب درست میکنن، دوست دارن که همه چیو با دست درست بکنن. اگر میبینید ندارم از دستان بدون دستش استفاده میکنم، دستمو شستم، ولی همه این عقیده رو دارن که انرژی ادویه ها باید به ما برسه و ما میتونیم به اون ادویه ها انرژی بدیم و غذا رو خوشمزه تر بکنیم. خب شروع کردیم پیاز، سیر و شروع کنیم ادویه همون اضافه میکنم. من از پودر استفاده میکنم، فکر میکنم حدود یک قاشق از هر کدوم یک قاشق غذا خوری، فلفل سیاه، زردچوبه و تخم گیشنیز رو اضافه کردم. میخوام زیره آسیاب شده رو اضافه بکنم و درسته کامله، فکر میکنم چند تا دونه هل هم توش بندازیم بد نمیشه. البته هل رو ما اضافه میکنیم توی مرحله بعدی توی غذا. خب سرکه سفید، فکر میکنم یه فنجون کوچولو و روغن زیتون که من خیلی باش موافقم، بسیار بسیار طعم خوبی به گوشت قرمز میده. معمولا اگر خواستید از گوشت قرمز استفاده بکنید، از روغن زیتون استفاده بکنید، توی غذای استفاده بکنید که گوشت قرمز داشته باشه. خب ما اینو میکس میکنیم. ماساژ بدیم مگنیت رو. من دنده هم دوست دارم درشت کات بکنم، چون کشورهای عربی معمولا همه غذاها حجمش یه جورایی درشته، بزرگه. حتی این هم باید بدونید که اینو با گوسفند درسته رو اینطوری با این مایه مگنیت و این سبکی درست میکنه. خب مایه مگنیت رو اضافه میکنیم. من فکر میکنم یه مقدار دیگه روغن زیتون احتیاج داره، اضافه میکنم بهش. و بهش انرژی میدیم. خب
حسابی سعی میکنیم که تمام این مواد مینیتمون به همه جای گوش برسه. گوش رو سلفان میکشم توی یخچال. برگشتیم دوباره برای درست کردن ادامه شوا. گوشت ما حدوداً 6 ساعت خوابیده توی مایه مرینتمون. الان من میخوام مرحله بعدی قبل از پخت انجام بدم و بذاریمش توی فر. بوی عالی و بی‌نظیری داره. این ادویه‌ها ترکیبشون با هم کمتر از معجزه نیست. خب ما اینجا برگ موز داریم. برای توضیح بدم خدمتتون، ممکنه جایی که باشید برگ موز توی دسترستون نباشه. شما میتونید از فویلای آلومینیومی هم استفاده بکنید، ولی قبلش حتما اونو حسابی با برس روغن بزنید به خاطر اینکه به گوشتتون نچسته. خب یه توضیح دیگه هم بدم راجع به اندازه ادویه ها و مواد. من تقریبا سبکم اینطوریه که خیلی چشمی انجام میدم کارامو و اینو مطمئنم که کسایی که دارن این برنامه رو میبینن انقدر پرفکت و عالی هستن که میتونن خیلی راحت این مواد رو تجربه بکنن. یک بار درست بکنید کافیه، خودتون از بو و طعمش رنگش متوجه میشید که چی کم داره و چی زیاد. من همه چیو چشمی انجام میدم. خب گوشتای ما حدوداً 5 تا 6 ساعت مرینت شده. عالیه. یه مقداری روغن زیتون. امیدوارم خوب بتونم اینو بپیچمش به خاطر اینکه برگ موز بسیار شکننده است. خب گوشتمون رو اینجا میشی. توی این مرحله ما نیاز داریم که بهش نمک اضافه بکنیم. ما الان باید بهش نمک بزنیم چون توی مای مرینت میدونیم که یه مقداری سفت میکنه. خب فکر میکنم برای این رول اینقدر کافی باشه. خب دوباره روغن زیتون. و میره برای پیچیدن و اولی مرحله پخت این غذای خوشمزه و نه چندان راحت. به این سبک ما برگ موز رو دور گوشتامون میپیچیم. ما به یک قابلمه و یا یک ظرف نیاز داریم که دردار باشه و حسابی دمای فر و دمای اون تنور رو توی خودش نگه داره. این غذا رو توی تنور درست میکنن، اما ما توی یه ذره ایرونی پزش میکنیم، توی فر درستش میکنیم. میشه انجام بدیم، امتحان کردم، بسیار بسیار خوشمزه است. خب لایه اولمون و من ادامه میدم. تمام گوشتام رو با برگ‌های موز میپوشونم و قابلمه رو پر میکنم. برمیگردیم و به ادامه درست کردن غذای شوهای عمانی پردازیم با هم. برگشتیم با غذای شوهامون. الان میخواییم پلوی شوها رو درست بکنیم. من یه مقدار پیاز رو اسلایس کردم. الان میخوام سیر رو بلند بکنم با یه مقداری ادویه. الان من دوباره سعی میکنم از تمام ادویه‌ای که دارم یه مقداری بهش اضافه بکنم به غیر از زردچوبه. حواسم باشه که زردچوبه رو نریزم. فلفل سیاه و یه مقداری هم دانه هل برای اینکه دیده نشه. روغن زیتون
برای اینکه خوب بلند بشه و یک خمیر خیلی خوب از سیر به ما بده. خب همینقدر کافیه برای ما. پیازامون رو سرخ میکنیم و بعد ادویه‌جات رو بهش اضافه میکنیم. با ما همراه باشید تا بریم اونجا و روی گاز شروع بکنیم به پخت برنج. یه مقدار که پیاز تفت خورد ما ادویه هامون رو بهش اضافه میکنیم. ادویه هایی که اینجا آماده کردم و بهش اد میکنیم. یه مقدار تفت بدیم. میدونید که ادویه وقتی که توی روغن تفت میخوره و سرخ میشه خیلی خیلی عطر خوبی داره و عطر بهتری به غذا میده. این کاریه که هندی ها خیلی خوب انجامش میدن و یه عادت خوبه که بد نیست ما هم بعضی موقع ها رعایتش بکنیم. تقریبا همه مواد ما با هم توی روغن داره تفت میخوره. ما الان بهش برنجمون رو اضافه میکنیم، یه مقدار هم میزنیم. یه توضیح کوچولو بدم خدمتون. من ترجیح میدم که به جای آب از آب گوشت استفاده بکنم. توی مواد اولیه نبود برای اینکه جز مواد اصلی نیست، اما من ترجیح میدم با آب گوشت این غذا رو درست بکنم که بسیار خوشمزه است. من الان برنج رو خشک، نه شسته شده نه آبکش شده، اضافه میکنم. برنج بسمتی رو برنج رو خیلی خیلی کم یه تفت میدیم، فقط به خاطر اینکه به حرارت مایتابه ما برسه، نه اینکه سرخ بشه یا بخواد حتی پخته بشه. خب الان ما لیموی عمانی رو بهش اضافه میکنیم. من برای 4 یا 5 نفر دارم این غذا رو درست میکنم. 3 تا لیمو اضافه میکنم. من خیلی لیمو دوست دارم. میتونید کم و زیادش بکنید با ذائقتون. لیمو رو اضافه میکنیم و آب ماهیچه رو، آب گوش رو به برنج اضافه میکنیم و اینقدری که 1 انگشت 1 سانتی متر، اینطوری بهتر بگم 1 سانتی متر روی سطح برنج ما رو بگیره. ما میخواییم این برنج خیلی دوندون و حسابی قد کشیده و دونه بلند در بیاریم از تو قابلمه، برای همین آبش رو کم میکنیم. البته بازم به نوع برنجی که شما استفاده میکنید فرق میکنه چقدر آب بریزید، که دیگه فکر میکنم همه بتونن یه برنج دمی رو درست بکنن همون سبکه، هیچ فرقی نمیکنه. فقط من دارم بهش ادویه‌جات اضافه کردم و آب ماهیچه. برنجم رو دم میکنم به همین ترتیب، برمیگردم خدمتون با سرو غذا. میتونستید همه اینجا باشید و توی این لحظه با من توی این شادی شدید. خب من برگای موز رو از توی قابلمه در آوردم و حالا میخوام سروش کنم. بی‌نظیره، البته نه اینکه من بی‌نظیر باشم، غذا بی‌نظیره. خب میخوام از اینجا یه مقداری گشنیز بردارم.
غذامو بکشم. متاسفم بابا. خب بوی برنج یه چیزی توی مایه های هل، لیموی امانی و هر چیزی که توی این دنیا خوشبو و خوشمزه است واقعا جای همه شما خالی و امیدوارم حداقل یک بار این رو امتحان بکنید و مشتری دائمی بشید. هدیه‌های درشتی که ما تو این غذا استفاده کردیم الان بهترین موقع است که این ادویه‌ها رو از توش دراریم مثل چوب دارچین، ولی شخصا من دلم میخواد که این ادویه‌ها رو موقع غذا خوردن ببینم و بدونم که چیا با هم ترکیب شده و این عطر فوق‌العاده و این مزه بی‌نظیر رو داشته. خب میخوام حالا گوشت رو بذارم روی برنج و بقیه تزیینات هم انجام. بوی گوشت دودی شده و بسیار نرم و لذیذ، جاتون واقعا خالیه. میخوام اینا همون سبکی که توی کشورهای عربی سرو میشه میخوام براتون سروش بکنم. این گوشت انقدر لطیف و خوب پخته شده که دارم به سختی تلاش میکنم که این گوشت رو بیارم بذارم روی دیس. بقیه چیزایی که گفته بودم وعده شو داده بودم قرار روی برنج ریخته بشه و سروش بکنیم. پیازداغ فراوون، چون من خیلی دوستش دارم و 90% ایرانی ها 99.5%شون عاشق پیازداغ هست. پیازداغ رو میریزیم به فراوانی. وقتی که میخوایی قاشق بزنی از این برنج بخوری، این پیازای بسیار برشته شده صدا میده خرچ خرچ و برشت. پیازدار هیچ میشه که از قبل تفت دادم و بروغن مقداری سرخش کردم. البته من خیلی سیاهش نکردم چون دوست ندارم، دوست دارم همه چی طعم واقعی خودش رو داشته باشه. این غذا خیلی خیلی خوشگل میشه توی میز مهمونیاتون، توی سفره‌های ضیافتاتون. این یه چیز بی‌نظیره و میتونه مهموناتون رو حسابی شگفت زده بکنه. خب و حالا بادومامون رو که یک قسمت نمیتونیم بگیم که اب نداره اگه بادوم نداریم این غذا رو درست نکنیم، چون این بادوم ها باید بیاد زیر دندوناتون قشنگ حسش بکنید و زیر دندونای شما منفجر بشه. خب به خاطر اینکه من خیلی گیشتزام تر و تازه است، طبق معمول دلم نمیخواد با چاقو اینا رو خورد بکنم، با دست میخوام یه ذره خوردش بکنم که عطرش به خودم انرژی بده تا بیرسته سر میز. اصلا برام با میز درشته، خیلی هم زیباست. خب فکر میکنم همه چی رو گذاشتم. بله شوهای عمانی ازش لذت ببرید، در پناه خداوند بسیار بسیار لحظه های شیرینی داشته باشید موقعی که دارید این غذا رو سرو میکنید، با عزیزاتون میل میکنید. بسیار بسیار مفتخرم که این غذا رو بهتون آموزش دادم، بهتون یاد دادم و میدونم که شما عزیزان خداوند قراره که این رو توی مهمونیاتون، توی جمع گرم خانوادتون درست بکنید، سرو بکنید و بخوریدش. در پناه خداوند باشید، میبینمتون، لذت ببرید.
من دکتر مریم هستم، پزشک و متخصص تغذیه بیماران. خیلی خوشحال هستم که امروز میتونم در کنار شما عزیزان باشم. ما تصمیم داریم که یک سری برنامه‌های پزشکی در رابطه با تغذیه سالم در جهت پیشگیری و درمان بیماری‌ها، انواع بیماری‌های مزمن و پیشرونده و انواع سرطان‌ها رو برای شما داشته باشیم. میخوایم قبل از اینکه جلسه‌مون رو شروع بکنیم با دعا به حضور خداوند بریم و از اون بخوایم که اون در این جلسه ما رو راهنمایی و هدایت بکنه. بله خداوندا، پدر آسمانی، تو رو شکرت میکنم برای این وقت عالی خداوندم که تو به ما فرصت دادی. دعا میکنم در نام عیسی مسیح واقعا اون علم آسمانی تو بر ما قرار بگیره، حکمت تو از آسمان ای خداوندا بر ما جاری بشه، باشد آنچه که واقعا گفته میشه و آنچه که شنیده میشه ای خداوندا همه برای خداوندا زندگی های ما باشه و بتونیم با قوت تو، با هدایت تو ای روح القدس خداوند، اون رو در زندگی هامون پیاده بکنیم. تو رو شکرت میکنم که تو خدای سلامتی هستی و افکار تو افکار سلامتی برای تک تک ماها هستش ای خداوند. دعا میکنم ای روح القدس تو ما رو هدایت کن و راهنمایی بفرما به نام عیسی مسیح، آمین. امروزه در همه جای دنیا متاسفانه آمار بیماری ها به خصوص بیماری های مزمن و بیماری های پیشرونده خیلی داره شیوع پیدا میکنه و به خصوص در کشور ایران ما متاسفانه خبرهای خوبی در این زمینه نمیشنویم. به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم که در این سری برنامه ها واقعا بتونیم یک سری راهکارهای عملی رو ارائه بدیم در زمینه تغذیه سالم و پیشگیری از بیماری ها که شما بتونید توی خونه واده هاتون این برنامه ها رو داشته باشین و عملا اونها رو پیاده بکنین. پس ما اینجا بیشتر تمرکزمون رو بیماری های مزمن و پیشرونده هستش، مثل بیماری های اوتوایمیون که معمولا اعصاب و بافت عصبی و نخاع رو درگیر میکنه و همچطور انواع سرطان ها. پس در حقیقت اینجا ما میخوایم یه پیام بدیم که ما همه ماها به عنوان یک عضو فعال و مؤثر چه نقشی میتونیم در سلامتی خودمون و خانواده هامون داشته باشیم و میخوایم تغییر و تحول از خودمون شروع بکنیم و فکر میکنم خاص و اراده خداوند برای ما همین هستش. در حقیقت وقتی تغییر و تحولی از خود ما باشه مطمئناً تغییرات بنیادی هستش، ریشه‌ای هستش و ما میتونیم بیشتر و بهتر سالم زندگی کنیم، هم سلامت در جسم و هم سلامت در روح هستش. قبل از اینکه بخوام جلسات رو شروع بکنم میخوام در حقیقت در مورد منابعی که اینجا استفاده شده با شما در میون بذارم. منابع علمی که اینجا استفاده شده منابع علمی کاملا معتبر هستش و البته که امروزه خب مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق اینترنت خیلی منابع علمی رو دریافت میکنن و تکنولوژی‌ها به سرعت در حال پیشرفت هستش. خب خواه‌ناخواه علم پزشکی به خصوص تغذیه از این تکنولوژی مستثنا نیستش و اینجا میخوام یک سری مطالب علمی جدید در رابطه با تغذیه رو با شما در میون بگذاریم. منابع علمی که اینجا استفاده شده منابع علمی معتبر در امریکا هستش. بیشترین منبعی که من استفاده کردم از PCRM هست. PCRM یک سری گروه از پزشکان هستند که در سال 1985 توسط فردی به نام آقای دکتر نیل برنارد پایه‌گذاری شده. این گروه از پزشکان در حقیقت بر روی تغذیه سالم از طریق تغذیه گیاهخواری سعی کردند که در جهت پیشگیری از بیماری‌ها فعالیت داشته باشند. از سال 2004 این گروه بیشتر بر روی سرطان، درمان و پیشگیری سرطان، یعنی پروژه‌هایی که انجام شده بیشتر بر روی درمان سرطان پایه‌گذاری شده و سعی کردند که در این زمینه تحقیق داشته باشند و آقای دکتر نیل برنارد تو این زمینه مقاله های خیلی معتبری داده. از منبع دیگری که استفاده شده آقای دکتر دین اورنیش هستش. ایشون متخصص قلب هستن در امریکا که درمان بیماری های قلبی و عروقی رو از طریق تغذیه سالم و یک سری راهکارهایی که در حقیقت جدید هستش و کاملا با پزشکی کلاسیکی مقدار متفاوت هستش ایشون ارائه دادن و تونستن در این زمینه به نتایج خیلی عالی دست پیدا بکنن. غیر از منابع علمی که در حقیقت در امریکا هستش، من میخوام از چند تا پزشک ایرانی هم در این زمینه نام ببرم.
خانم دکتر زرین آذر هستن که ایشون متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های کبد و کیسه صفرا هستن. ایشون هم در زمینه تغذیه سالم از طریق گیاهخواری فعالیت های خیلی زیادی داشتن و در کالیفرنیا سال ها در حدود 20 سال هستش که بیمارانشون رو از این طریق درمان میکنن. دکتر معروف دیگه که در ایران به نام آقای دکتر بسکی هستن، ایشون به عنوان پدر طبیعت ایران معروف هستن. ایشون از سال 1349 در این زمینه در حقیقت فعالیت خودشون رو شروع کردن و کاملا از طریق تغذیه سالم، از طریق گیاهخواری و حفظ محیط زیست در این زمینه کار کردن. پس ما سعی کردیم در این سلسله دروس که برای شما ارائه میدیم درمان هامون بر اساس تغذیه سالم و پیشگیری از بیماری باشه تا درمان‌های کلاسیک و درمان‌های شیمیایی. اولین جلسه که من میخوام در حقیقت برای شما درسم رو شروع بکنم در رابطه با انواع سرطان ها هستش. خب اول اصلا میخوایم بدونیم که سرطان یعنی چی. خیلی ساده من بخوام تعریف بکنم، سرطان در حقیقت از درون سلول شروع میشه. در درون سلول ما دی ان ای وجود داره و این دی ان ای به راحتی میتونه آسیب بپذیره و جهش پیدا بکنه و در جای دیگه از بدن شروع بکنه به گسترش پیدا کردن و این میشه در حقیقت عامل اون اصلی ریشه سرطان. خیلی ساده، پس سرطان در حقیقت سلول جهش یافته هستش. در اینجا ما میخوایم بیشتر بر روی سرطان های شایع در خانوم ها بپردازیم. من اینجا بر روی سه تا سرطان در حقیقت میخوام اطلاعات مفید رو به شما عزیزان بدم: سرطان پستان، سرطان دهانه رحم و سرطان روده بزرگ یا کلورکتال. خب حالا اول از همه با سرطان سینه شروع میکنیم. میخوایم ببینیم که سرطان سینه چیست و چجوری اصلا شروع میشه. همونجوری که گفتم در حقیقت منشأ سرطان میتونه آسیب به دی ان ای سلول باشه. یعنی در حقیقت سرطان سینه یک قسمتی از سلول آسیب میبینه، جهش پیدا میکنه و شروع میکنه به رشد و به صورت در حقیقت غیر مهار یافته شروع به گسترش پیدا میکنه. خب حالا معمولا بیشترین قسمتی که در سرطان سینه مورد توی خانوم ها شایع تر هستش سرطان مجاری شیری هستش. یعنی این قسمت هستش که بیشتر از 50% سرطان های سینه رو در خانوم ها تشکیل میده. البته از همین اول بگم که سرطان هایی که ما دو نوع تومور داریم در سینه، تومورهای خشکیم داریم و تومورهای بدخیم. در تومورهای خشکیم هم رشد سلولها صورت میگیره به صورت غیر طبیعی اما در یک مرحله متوقف میشه، اما در سرطانها این رشد متوقف نمیشه، یعنی همینطور به رشد ادامه میده و به یه جایی میرسه که غیر قابل مهار هستش. یعنی اگه درمان نشه میتونه به تمام بافتهای بدن گسترش پیدا کنه و باعث سرطان بشه. معمولا سن شایع سرطان در خانم ها در کشورهای غربی بالای 50 سال هستش اما متاسفانه در ایران سن جوانتر گزارش شده و معمولا بیماران دیرتر مراجعه میکنن. وقتی بیماری پیشرفت کردش متاسفانه اینها مراجعه میکنن به مراکز درمانی که اگر در حقیقت زودتر مراجعه میشد مطمئنا درمان و بهتر صورت میگرفت و موفقیت بیشتری ما داشتیم. حالا میخوایم بدونیم که دلیل ابتلا به سرطان چی هستش. دلایل مختلفی میتونه برای سرطان سینه وجود داشته باشه، من جمله سابقه فامیلی مثبت در خواهر و مادر بیمار، سابقه نازایی، یائسگی دیررس، بلوغ زودرس، اولین حاملگی بعد از 35 سالگی، مصرف زیاد منابع حیوانی، چربی ها، سابقه تابش اشعه زیاد به قفسه سینه، چاقی بعد از یائسگی و برخی از بیماری های خشخیم پستان.
من خیلی گذرا در مورد علائم و نشانه ها میگم، ولی به امید خدا توی جلسه بعدی بیشتر به اون میپردازم. علائم و نشانه ها میتونه یک توده در سینه باشه که معمولا توده درد نداره، حالت چسبندگی داره، سفت و سخت هستش، ترشح از نوک پستان که معمولا ترشحات خونابه‌ای هستش، تغییرات پوست پستان هستش که به صورت فرو رفتگی یا کشیدگی پوست پستان بروز میکنه، تغییرات نوک پستان هست، بزرگی غدد لنفاوی زیر بغل و تغییر اندازه پستان. در مورد اینکه چه جوری ما میتونیم در حقیقت تشخیص داده میشه، معمولا سه تا روش تشخیصی مهم برای سرطان سینه وجود داره. یکی معاینات خودآزمایی هستش که هر خانومی باید هر ماه سعی کنه که این معاینات رو برای خودش داشته باشه. معاینات خودآزمایی برای کسانی که یائسه هستن یک روز در ماه انتخاب میکنن و همون روز برای خودشون معاینه رو انجام میدن. خانم هایی که در دوران باروری هستن معمولا بعد از پایان دوره پریود معاینه شون این معاینه رو برای خودشون انجام میدن. روش دیگه توسط معاینه توسط پزشک هستش و ماموگرافی. یه سری روش های تشخیصی پیشرفته است که ما به اونا نمیپردازیم. عزیزان، وقت برنامه ما تموم شده، شما رو به خداوند میسپارم. به امید خدا در جلسه بعد شما رو میبینم. فعلا خدا نگهدار، وقت خیلی خوبی در خداوند داشته باشین.